بر خط خبرها. شرکت کردن طالبان در نشست استانبول با پیش‌شرط‌های تازه. ممکن طالبان در سطح پایین به ترکیه بروند. یه ما خبر از طالبان در اینجایی در استانبول و اندو پیس را کنند سی او ایجنده در امریکایان رو نوید. طرح دیگر برای امنیت غرب کابل در شورای امنیت ملی. آموزش زیر سایه سنگین تفنگ چه حس دارد؟ کورسای ما پایگاه نظامی جور شده. اصلا وقت نگرانی اسلام آباد از احتمال بدتر شدن وضعیت افغانستان. افغانستان که سات دهائیوں کی تاریخ ہے اور تعلقات میں قریشی میگوید کشورش نگران تکرار شدن دهه 90 است. و تاکید امریکا بر شفافیت در روند تحقیق برای یافتن منشأ ویروس کووید 19. سلام و وقت بخیر. من بهرام امان هستم. منبع‌های نزدیک به طالبان میگویند که نمایندگان درجه دوم و سوم گروه طالبان در نشست استانبول شرکت خواهند کرد. به گفته این منبع‌ها در صورتی که نشست استانبول نشست تعیین کننده نباشد و بحث‌ها در محور اجندای ارائه شده آمریکا معطوف نباشد، طالبان آماده‌اند در سطح پایین در آن شرکت کنند. طالبان همچنان گفتند که پیشنویس هر توافق احتمالی که در نشست استانبول به دست می‌آید باید روند صلح دوحه بر آن تایید بگذارد. دولت افغانستان میگوید که طالبان علاقه به صلح ندارند و برای وارد شدن به یک گفتمان مؤثر و سازنده با حکومت بهانه تراشی میکنند. بهاءالدین انصاری جزئیات میدهد. هیئت گفتگو کننده طالبان پس از دو ماه رایزنی و مشورت با رهبری این گروه در پاکستان سرانجام با پیام مشروط اشتراک در نشست استانبول به قطر برگشتند. منبع‌های نزدیک به طالبان به تلویزیون یک میگویند نمایندگان این گروه در صورت در نشست استانبول اشتراک میکنند که نشست استانبول نباید بیشتر از 3 روز دوام پیدا کند. اجندای آن شامل تصمیم گیری در مورد موضوعهای مهم نباشد و حضور طالبان در آن به سطح پایین باشد و نیز در پایان نشست اعلامیه صادر نشود. منبع‌های نزدیک به طالبان میگویند که رهبران این گروه طرفدار اشتراک در نشست استانبول نیستند، اما پس از درخواست پاکستان و قطر تصمیم گرفتند که با گذاشتن برخی شرایط در این نشست اشتراک کنند. مهم خبر از طالبان در استانبول و اندو پیس را کنند سی او ایجنده در امریکایان رو نوی او در موضوع بیا پا یو ایجنده در دوهی در پارو گیدیر، یعنی او خاکوی اغا ایجنده در دوهی در پارو گیدیر پا اغی که اغا هلتا بیا غنی سی پا عمیق نظر بانی دوار حیاتون پا دیمانی خبرو کنو در افغانستان اینده بسامه سی. این منبع‌ها در مورد اینکه طالبان در چه سطح در نشست استانبول اشتراک میکنند جزئیات نمیدهند. دولت افغانستان میگوید طالبان علاقه به صلح ندارند و برای وارد شدن به یک گفتمان مؤثر و سازنده با حکومت بهانه تراشی میکنند. طالبان همیشه به خاطر استفاده جویی از فرصتی که برای صلح به وجود آمده بهانه جویی کرده و دلایل متعددی را به خاطر عدم اشتراک و آمادگی برای یک گفتمان مؤثر و عملی که نتیجه در پی داشته باشد آورده و از گفتگوی سازنده سر باز زدند. با این حال منبع‌های طالبان به تلویزیون یک میگویند که این گروه در حال حاضر آتش بس را اعلام نخواهند کرد و نه در گفتگوهای میان افغانان در مورد برقراری آتش بس تصمیم گرفته خواهد شد. همزمان بنون سیوان نماینده پیشین سازمان ملل متحد برای افغانستان و پاکستان نسبت به برگزاری نشست استانبول تردید دارد. طالبان قصد رفتن به نشست استانبول را ندارند. آنان احساس پیروزی و قوت دارند. امیدوارم این نشست برگزار شود، اما تردید دارم. پاکستان در زمانی که من مأموریت داشتم خواهان تشکیل یک نظام اسلامی در نزدیکی خود بود. خلیلزاد هم در این میان برای صلح تلاش میکند، اما منافع آمریکا برایش مهم است. از سوی نمایندگان ده ها کشور عضو سازمان ملل متحد در شورای امنیت به شمول آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین و هند تداوم خشونت ها در افغانستان را محکوم کرده و خواهان توقف فوری حمله های طالبان بر غیر نظامیان شدند.
طالبان بر ادامه خشونت‌ها در افغانستان مسئول شناخته می‌شوند. این گروه باید فوراً خشونت‌ها را کاهش داده، حمله‌های بهاری و حمله بر بیمارستان‌ها، مکتب‌ها، دانشگاه‌ها، مسجدها و مناطق غیر نظامی را متوقف کنند. قرار بود نشست استانبول به پیشنهاد ایالات متحد و میزبانی مشترک ترکیه، قطر و ملل متحد در 16 اپریل برگزار شد و برای مدت 10 روز ادامه یافت. اما پس از مخالفت طالبان به دلیل قرار نگرفتن جزئیات نشست در اختیار این گروه، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد این نشست که هدف آن تقویت گفتگوها میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان برای دست یافتن به یک توافق صلح است، از 24 اپریل تا 4 می برگزار می شود. اما طالبان بار دیگر اشتراک در این نشست را رد کردند و گفتند تا زمانی که سربازان خارجی در افغانستان حضور دارند، در هیچ نشستی که در آن در مورد آینده افغانستان تصمیم گرفته شود اشتراک نمی کنند. همین گونه با وجود که حکومت برای تامین امنیت غرب کابل طرح ریخته، اما با توجه به پیشینه این چنین طرح‌ها، بسیاری شهروندان نسبت به کارکردهای حکومت در راستای تامین امنیت در این بخش پایتخت بی‌باورند. مردم از ناگزیری برای تامین امنیت مرکزهای آموزشی دست به تفنگ شدند. دانش آموزان میگویند که چهره نظامی مرکزهای آموزشی برایشان آزاردهنده است. در این میان معاونیت دوم ریاست جمهوری میگوید طرح امنیتی غرب کابل با شورای امنیت ملی شریک شده است. میلاد سیار جزئیات می‌دهد. غرب کابل، گوشه ناامن پایتخت، از مسجد و مکتب تا باشگاه و جاده، همه تلخی رویدادهای هراس افکنانه را گواه بودند. کاروان دانایی در جاده دانش، اما در سایه میل تفنگ، هدف قلم است. اما نگرانی انفجار سبب شده شماره برای امنیت دانش آموزان دست به ماشه بیستند. آرزوی ما هم است که به درد افغانستان صلح باشه، با قلم باشیم دیگه. کل اگه خسته است که سلا نباشه، مگم فعلا مجبور هستیم که باید از مردم، از کودکا، از معسلین دفاع کنیم. ترس تکرار رویداد مشابه به مکتب سعید و شهدا بنیاد این اقدام در غرب کابل است. این خیابان به مکتب سعید و شهدا در برچی کابل منتهی می شود. مکتبی که نزدیک به 20 روز پیش هدف حمله قرار گرفت و در آن بیش از 80 دانش آموز جان باختند. مسئولیت رویداد را گروه یا فرد بر دوش نگرفت، اما رئیس جمهوری دستور داد برای غرب کابل طرح امنیتی تازه بریزند. معاونت دوم ریاست جمهوری هم طرح آماده کرده است. بر اساس این مطالعات و بر اساس مشورهای صورت گرفت و بر اساس شناختی که از منابع تهدید امنیتی صورت گرفت، یک طرح جامع امنیتی تدوین شد و این طرح نهایی شده و شورای امنیت و ریاست جمهوری سپرده شد. پیش از این نیز طرحهای امنیتی ریخته شده بود، اما بر بنیاد آن چه اتفاق افتاد ظاهرا طرحهای ناکارآمد بودند. موردی که فرزانه و شایسته را نیز نسبت به کارکردهای حکومت در راستای امنیت غرب کابل بی‌باور ساخته، این دو دانش آموزان مکتب سعید و شهدا اند. تأکید دارند که کوتاهی حکومت سبب شده مکانهای آموزشی در غرب کابل چهره نظامی بگیرند، آنچه به هر دانش آموز آزاردهنده است. ما وقتی که میخوایم در یک کورس به یک چیزی بریم درس بخونیم، کورسای ما پایگاه نظامی جور شده. اصلا وقت که بینگریم ما هم زسته همه ترسیم. کسایی که مشکلشانی است که ما درس نخونیم، انتحاری میکنن و خونه ناحق میریزه. بعدن باز حکومت یک برنامه میگیره، باز میان کمکار را میفهم طرح میکنن با کسایی که مستحق هستن، بعدن امنیت میگیرن، چون این کارا بعد از اینکه خون ریختانده شد کدام فایده ای نداره. حالا غرب کابل از سوی 3 حوزه پلیس اداره می شود. حوزه های 6، 13 و 18. این بخش پایتخت نزدیک پغمان است، ولسوالی که این روزها گواه ناامنی های زیاد است. جزئیات طرح امنیتی غرب کابل تا هنوز همگانی نشده و دفتر شورای امنیت ملی هم در مورد این طرح و زمان آغاز تطبیق آن جزئیات نداد. برخی از بستگان قربانیان تاکید دارند که این طرح بازی با افکار و سرپوش گذاشتن به زخم‌های مردم است. برای مردم یک فریب است. این بازی دادن است. این طرح امنیتی کلا یک سرپوش گذاری است که بالای از این که همین مردم بالای همین زخمش یک چی همین یک سرپوش بانند. برچه کابل نزدیک به 17 کیلومتر از قلب پایتخت فاصله داره. اما در سالهای پسین از رهگذر رویدادهای هراس افکنانه منطقه به شدت آسیب پذیر پایتخت بوده.
و مسئولیت بیشتر رویدادها را گروه داعش به عهده گرفته است. آنچه که نگرانی ها را از حمله های هدفمند در مقابل یک جمع خاص شدت بخشیده است. میلاد سیار، تلویزیون یک. حکومت آماده هر گونه قربانی دادن در روند صلح است. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، در سفرش به ولایت خوست میگوید که حکومت به خاطر صلح حاضر شده دوره قانونی رئیس جمهوری را کوتاه و انتخابات زود هنگام برگزار کند. آقای صالح تاکید دارد که در دولت صلح نباید هیچ مورد قانون اساسی نقض شود. او میگوید که حکومتی که پس از دولت صلح به وجود می آید بر اساس انتخابات و رأی مردم باشد. امرالله صالح تاکید دارد که پاکستان میداند اگر طالبان برای 100 سال دیگر هم در افغانستان به جنگ ادامه دهند، از راه انتخابات حتی ریاست شورای ولایتی یک ولایت را به دست آورده نخواهند توانست. معاون نخست رئیس جمهوری میگوید که طالبان از انتخابات حراز دارند و به این دلیل انتخابات را نمیپذیرند. پاکستانیان به این پوهیدند که طالب هیچ امکان ندارد. تکرار هیچ امکان ندارد. اما در سوی دیگر وزیر خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد نگران تکرار دهه 90 در افغانستان است، اما تاکید دارد که نمیخواهد پایگاه نظامی آمریکا در خاک این کشور باشد. از سوی هم طالبان از کشورهای همسایه افغانستان خواسته به ایجاد پایگاه های آمریکا در خاکشان اجازه ندهند. شاه محمود قریشی در این حال در گفتگو با شماره از قانونگذاران اتحادیه اروپا تاکید دارد که اتحادیه اروپا و پاکستان در آوردن صلح در افغانستان منافع مشترک دارند. هادی سحر گزارش می‌دهد. همزمان با نزدیک شدن 11 سپتامبر، واشنگتن در پی ایجاد پایگاه های نظامی در خاک همسایه های افغانستان است. به نظر می رسد پاکستان یکی از گزینه های اصلی برای این تصمیم مهم و در ظاهر جنجالی است. تصمیمی که از حالا واکنش تند پاکستان را برانگیخته است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اینجا در مجلس سنای این کشور مخالفت اسلام آباد را با ایجاد هر گونه پایگاه نظامی آمریکا در خاک این کشور اعلام می کند. That economic diplomacy is not imports exports. نه تنها که پاکستان نمیخواهد پایگاه نظامی آمریکا در خاکش باشد، بل حتی به انجام حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در داخل پاکستان هم اجازه نخواهد داد. نگرانی ما این است که افغانستان مبادا بار دیگر به وضعیت دهه 90 برگردد. وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با یک رسانه ژاپنی از آمریکا انتقاد کرده که این کشور همواره به دلیل جنگ در افغانستان با پاکستان مشارکت دارد. قریشی هشدار داده که اگر واشنگتن در راه بردش تغییر نیاورد، قدرت های دیگری از جمله چین جای خالی واشنگتن را در پاکستان پر خواهند کرد. شاه محمود قریشی در گفتگو با شمار از عضوهای کمیته روابط خارجی پارلمان اتحادیه اروپا بر حفظ دستاوردهای دو دهه پسین در افغانستان تاکید کرده است. آقای قریشی تاکید کرده که پاکستان و اتحادیه اروپا در آوردن صلح و ثبات در افغانستان منافع مشترک دارند. مقام های ارشد در ارتش پاکستان هم در نشستی نگرانی هایشان را در مورد چگونگی کنترل مرز میان افغانستان و پاکستان اعلام کردند. رئیس ستاد ارتش پاکستان میگوید اسلام آباد گام های موثری در این زمینه برداشته و افغانستان هم باید گام های مشابه بردارد. پاکستان گام های موثری را در مورد مدیریت و کنترل مرزی برداشته است. انتظار ما از افغانستان هم این است که به هیچ گونه تخریبگر صلح فضای خالی فراهم نکند. باورها این است که چرخش سیاست خارجی پاکستان به ویژه در مورد افغانستان در دست ارتش این کشور است، نه سیاستگران. منابع قدرت در پاکستان نظامیان، دولت ملکی پاکستان و گروه های اسلامگرا است. اما قدر معلوم گروه های نظامی در سیاست خارجی پاکستان تاثیرگذاری بیشتر دارد. با این حال طالبان در خبرنامه از کشورهای همسایه افغانستان خواسته به هیچ کشور خارجی اجازه ندهند که در خاکشان پایگاه نظامی بسازند. در این خبرنامه ایجاد چنین پایگاه ها یک اشتباه تاریخی خوانده شده و به کشورهای همسایه هشدار داده شده که در صورت ایجاد پایگاه های نظامی مردم در برابر آن سکوت نخواهند کرد.
پیش از این پنتاگون اعلام کرده بود که پاکستان اجازه داده که آمریکا برای پشتیبانی از سربازانش در افغانستان از حریم فضایی و زمینی این کشور استفاده کند. در سوی دیگر نماینده پیشین سازمان ملل برای افغانستان و پاکستان به این باور است که کشورهای غربی در حال ترک افغانستان هستند و حکومت به رهبری آقای غنی را تنها خواهند گذاشت. بنون سیوان میگوید که گروه‌ها و حزب‌های سیاسی در افغانستان در تلاش ایجاد ائتلاف‌های هستند و طالبان هم ادعای پیروزی دارند و آماده نیستند سازش کنند. او میگوید پس از خروج کامل نیروها جنگ‌ها شدت خواهد یافت و طالبان از راه نظامی برای رسیدن به قدرت تلاش خواهند کرد. بهاءالدین انصاری جزئیات می‌دهد. هشدار نماینده پیشین سازمان ملل متحد برای افغانستان و پاکستان: احتمال تکرار تراژدی با انزوا رفتن افغانستان پس از خروج کامل نیروها وجود دارد. بنون سیوان میگوید در حال حاضر رئیس جمهور غنی در موقعیت قرار گرفته است که دکتر نجیب الله قرار گرفته بود. این دیپلمات ارشد پیشین سازمان ملل به این باور است که کشورهای غربی به ویژه آمریکا و ناتو در حال ترک افغانستان هستند و حکومت آقای غنی را تنها خواهند گذاشت. کشورهای غربی آمریکا و ناتو در حال ترک افغانستان هستند. حکومت آقای غنی تنها گذاشته می شود. جنگ سالاران تلاش دارند برنامه ها و توافق های خود را داشته باشند. طالبان ادعای پیروزی دارند و آماده هیچ سازش نیستند، زیرا باور دارند جنگ را بردند. دولت کنونی افغانستان هم از سوی حامیان و تمویل کنندگانش رها شده است. حکومت به رهبری غنی با مشکل های مشابه حکومت دکتر نجیب روبرو خواهد شد. زمانی که آمریکایی ها افغانستان را ترک کنند، ائتلاف های جدید شکل خواهد گرفت. بنون سیوان احتمال می دهد که پس از خروج کامل نیروها جنگ شدت خواهد یافت و دولت افغانستان با سرنوشت همسان با سرنوشت دولت نجیب الله رئیس جمهور پیشین روبرو خواهد شد. با گفته نماینده پیشین ملل متحد، در سقوط حکومت نجیب آیس آی نقش داشت و این نهاد در عقب همه چیز بود و خواست این نهاد جاسوسی تصاحب قدرت توسط افرادگرایان بود. پاکستان در آن زمان از سوی آمریکا و عربستان سعودی فرمان می گرفت و به مجاهدین کمک مالی و تسلیحاتی فراهم می کرد. آیس آی در عقب همه چیز بود و می خواست افرادگرایان قدرت را تصاحب کنند. گزینه هایشان هم حکمتیار بود. من به آمریکایی ها گفتم کمک به گروه های افراطی را متوقف کنید که روز بر ضد شما خواهند استاد. برخی مقام های سیاسی و نظامی آمریکا و ناتو گفتند که ترک افغانستان نباید به فرار از این کشور پنداشته شود. به گفته این مقام ها، آمریکا و عضوهای ناتو مرحله تازه از روابط سیاسی و اقتصادی و امنیتی را با افغانستان آغاز کردند و پشتیبانی از دولت و مردم افغانستان ادامه می یابد. اما بنون سیوان می گوید اعلامیه هایی که از سوی آمریکا، ناتو و کشورهای اروپایی در پشتیبانی از دولت و مردم افغانستان منتشر می شوند یک چیز، اما آنچه در عمل اتفاق می افتد چیز دیگر است. زمانی که کابل سقوط میکرد، مجاهدین بیشتر به بود نظامی یا به پیروزی نظامی فکر میکردند تا تشکیل یک حکومت، و از اون طرف دکتر نجیب الله تلاش داشت تا هر طرح که میشه دو طرح نقش خودش و نقش حزبش برجسته باشه، و دیدیم که هر دو مثلا افغانستان به بحران کشاند. بنون سیوان از سال 1991 تا سال 1992 با عنوان نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان و پاکستان کار کرده است. او همچنین مسئولیت میانجیگری میان حکومت نجیب الله رئیس جمهور پیشین را با مجاهدین بر عهده داشت. چند باشنده کابل ادعا می کنند که بر اثر شلیک افراد امنیتی مربوط به معاون نخست ریاست جمهوری در مربوطات حوزه دهم پایتخت دو تن زخمی شدند. رویداد نزدیکی های شام دیروز پس از آن رخ داد که ظاهرا این نیروها برای معاون نخست ریاست جمهوری خط سیر می گرفتند و جدالشان با یک پزشک بالا گرفت. شمار از خبرنگاران هم ادعا می کنند که این نیروها برایشان اجازه تصویربرداری پس از حادثه را ندادند و همچنان به مرگ تهدید شدند. هم پلیس کابل و هم دفتر معاون نخست ریاست جمهوری در این مورد صحبت نمی کنند. فرشاد داریوش جزئیات می دهد. قلعه فتح الله در حوزه دهم امنیتی پلیس. باشندگان این محله پایتخت شام دیروز گواه تیراندازی بودند، آن هم از سوی نیروهای امنیتی. برخی باشندگان این محل مدعیان که افراد وابسته به معاون نخست ریاست جمهوری که برای او خط سیر گرفته بودند، پس از گفتگو با یک پزشک گلوله‌باری کردند که در پیان دو تن زخمی شدند.
که کارمندای مربوط به امراه ساله که بخش تنظیمی خط سیر امراه ساله را به عهده داشتن، اونا وارد صحنه شدن، وارد کار شدن و سرگاه را مسدود ساختن، ساعت‌ها سرک‌ها مسدود بودند. حاجی نصیر رخت‌دوز است و اینجا دکان دارد. مدعی است برادرش در تیراندازی دیروز زخمی شده است. نمی‌خواهند با برادرش گفتگو کنیم. باز ما اون صاحب اول آدم خودش قانونی، اما امید ما به این آدم خیلی زیاد هم هست. واقعیتش از اینا بسیار توقعات بالا داشتیم، اما امروز مسئولینش نفرایش اگه قسم به بیبندوباری کنن در هر جای خودشان لطمه دار میشه به شخصیت خودش. نفرای امرالله صالح صاحب گرفت تفنگچه را کشید، دم 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 فایر کرد، یک شیشه خورد. بیادرم در نیم منطقه بود، دو مرمی در بغل پای از زیر خورد. خبرنگارانی که برای پوشش این رویداد به اینجا آمده بودند میگویند با واکنش جدی نیروها روبرو شدند. مقصد دو نفر زیاد مردم. شیرشاه رسولی میگوید که افراد وابسته به امرالله صالح دوربینش را گرفتند و همه مواد ضبط شده را پاک کردند. رسولی میگوید از سوی نیروها به مرگ تهدید شده است. تهدید کردن که اگر بار دیگه شما از این رویداد تصویر برداشته بودین، باز ای بار با برخورد جدیتر ما، یعنی از طرف مالت کو و بازداشتم میشوین. دیدبان رسانه های آزاد افغانستان یا نی در واکنش به این رویداد محدود کردن حق دسترسی به اطلاعات از سوی نیروها را نکوهش میکند. آقای صالح را از اونا رسمن میخواییم تا این مسئله را بررسی بکنن و جامعه خبرنگاری را و مردم افغانستان را برشان پاسخ بگوین و نشان بتن که اونا برزش های دموکراتی و به جامعه مدنی و به آزادی بیان احترام دارن. او را چندین بار تلاش کردیم، دیدگاه پلیس کابل، وزارت امور داخله و دفتر معاونیت نخست ریاست جمهوری را در پیوند به این ادعاها دریافت کنیم، اما هیچ یکی از این نهادها حاضر نشدند برای ما پاسخ بگویند. در ادامه چند خبر کوتاه از جهان. امریکا از سازمان جهانی بهداشت خواسته که از شفافیت مرحله بعدی تحقیقات در مورد منشأ ویروس کرونا اطمینان حاصل کند. وزیر بهداشت امریکا در یک نشست سازمان بهداشت جهانی گفته که کارشناسان بین المللی باید اجازه ارزیابی منبع ویروس کرونا را داشته باشند. کووید 19 نخستین بار در سال 2019 در شهر ووهان در مرکز ایالت هوبی چین شناسایی شد. از آن زمان تا اکنون بیش از 167 میلیون نفر به کرونا آلوده و بیش از 3 میلیون نفر به دلیل ابتلا به آن جان باختند. بیش از یک دهه پس از جنگ ویرانگر داخلی در سوریه انتخابات ریاست جمهوری این کشور امروز برگزار شده است. سه نامزد به شمول بشار اسد رئیس جمهور کنونی در این انتخابات با هم رقابت می کنند. همزمان ایالات متحده آمریکا و چند قدرت اروپایی از روند برگزاری این انتخابات انتقاد کردند. در بیانیه مشترک وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا آمده که انتخابات ریاست جمهوری در سوریه نه آزاد است و نه منصفانه. انتظار می رود که بشار اسد برای چهارمین بار به ریاست جمهوری برسد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به خاورمیانه گفته که راه حل ایجاد کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل تنها راه برای برقراری صلح میان دو طرف است. وزیر خارجه آمریکا گفته که دو طرف باید شرایط بهتر برای نزدیک شدن به یکدیگر فراهم کنند. بلینکن در جریان سفر خاورمیانه خود پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل راهی کرانه باختری شده و در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کرده است. تازه های ورزش با ظاهره نوری. تیم ملی فوتبال افغانستان 3-2 اندونزیا را شکست داد. ملی پوشان فوتبال کشور شب گذشته در یک بازی تدارکاتی توانست با 3 گل اندونزیا را مغلوب کند و با روحیه عالی در بازی دیگر در برابر سنگاپور پا به میدان رقابت بگذارد. نورالله امیری در دقیقه 7 بازی توپ را وارد دروازه اندونزیا کرد. در ادامه امرودین شریفی که در این روزها در لیگ برتر قرقیزستان نیز خوش می درخشد، دومین گل افغانستان را در دقیقه 24 به ثمر رساند. حسن زمانی ستاره تازه دعوت شده به تیم ملی نیز در این بازی عرض اندام کرد و یک گل به سود شیران خراسان به ثمر رساند.
ملی پوشان اندونزیا هرچند در 6 دقیقه دوبار دروازه افغانستان را باز کردند، اما 3-2 در برابر افغانستان شکست خوردند. قرار است تیم ملی فوتبال کشور شنبه هفته آینده در یک بازی دوستانه دیگر در برابر سنگاپور به میدان برود. حسیب الله ملکزاده ملی پوش وزن 56 کیلوگرم مشتنی کشور و عبدالقادر غفار نماینده وزن 91 کیلوگرم کشور با شکست برابر ورزشکاران از منگولیا و ازبکستان از گردونه مسابقات قهرمانی مشتنی آسیا کنار رفتند. در ادامه این بازی ها 4 ملی پوش دیگر و مساف حریفانشان وارد رنگ خواهند شد. رامش رحمانی با مشتنی از ازبکستان مساف می دهد. حسین امیری در برابر حریف منگولیایش قرار می گیرد. زهلاب امیری با ورزشکار از تاجیکستان رقابت می کند و محمد صفی نجیبی نیز با رقیب کویتیش به نبرد خواهد پرداخت. دیدار پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا امشب میان دو تیم ویارئال و منچستر یونایتد برگزار می‌شود. ویارئال که در رقابت‌های لالیگا نتوانست به جایگاه بهتر از هفتمی دست پیدا کند، در صورت پیروزی در بازی امشب ضمن رسیدن به جام قهرمانی، جواز حضور در رقابت‌های فصل آینده لیگ قهرمانان این قاره را نیز به دست خواهد آورد. از سوی دیگر، منچستر یونایتد رقابت‌های این فصل لیگ برتر انگلستان را با کسب عنوان نایب قهرمانی به پایان رساند و موفق شد جواز حضور در رقابت‌های فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد. و این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.